که یکی از دلایلی که ما حرف از دین میزنیم اما تو وادی عمل کاری باهاش نداریم اینه که واقعیتش دین زده شدیم. حالا بعضی کسان دین ستیز شدن، علتش این که یه عده‌ای از دیندارها توجه نکردن و از دین چماق درست کردن. خواسته به طلب بگه حرف نزن، یه آیه قرآن بساش خونده، میخواد طرف رو مسخره بکنه، از قرآن استفاده میکنه. با زنش دعواش میشه، میگه حضرت علی گفت اکثرهم لا یعقلون، اکثر زنا نمیفهمن. اولا که خودت معنی حدیث رو نفهمیدی، این یک. حالا وسط دعوا حدیث رو نبر زیر سوال. عقل توانایی فهم نیست که، ناقص الفهم نگفته نعوذ بالله، که گفته عقل، یعنی قدرت خیشتنداریشون کمه. این خیلی چیز خوبیه، برای اینکه بتونی بچه رو تربیت بکنی باید اینجوری باشی. شما نها بکنی بچه تا 7 سالگی احساس میکنه پادشاهه و خیلی وقتا میخواد قلمروش رو ببینه چقدره. مثلا سر سفره نشسته میگه من از اون بشقابه برنج میخوام، از اون دیسه میخوام. خب شما میدونی اون دیس با این دیس فرق نمیکنه، برنج برنج دیگه، برنج که فرق نداره که، این برنج دیگه چه تفاوتی داره؟ بعد بابای مثلا میگه چه فرقی داره، مادر میگه آقا چی کارش داری، چی اکودون بشقاب بدم مامان، میگه از اون سینی، از اون بش میگه. میگه من اون سالاده رو میخوام، سالاده که جلو آبجی است. نه من نمیدم سالادمو، میگه مادر میگه بده دیگه بچه است دیگه، میده بهش. میگه اون خورشترم میخوام جلو باباه. بابا میگه ببین همچی، میگه مادر میگه آقا بده خورشتو. بچه وقت خیالش راحت میشه، خب پس حکومت مال ماست، برنج رو اونجا آوردم، سالاد آبجی هم گرفتم، خورشت بابام گرفتم، حکومت مال منه. کی بهش کمک کرد که این حس درش ایجاد بشه و این حس درش تقویت بشه؟ کی بهش کمک کرد؟ مادره. چجوری؟ پا گذاش روی فهم خودش، میفهمه که اون بشقاب با این بشقاب فرق نمیکنه، اما میگه نه بذار همونی که این میخواد. میگه چی عرض میکنم؟ پا میذاره رو فهمش، به دلش رفتار میکنه، یعنی عقل به خرج نمیده که بگه این با اون فرق نمیکنه. نه، عقلو، یه بخش از عقلو تعطیل میکنه، میگه نه هرچی این بچه میخواد. بچه تا میبری بیمارستان آمپول بزنی، من اینو دیدم با چشم، بچه رو آوردن باباه داره مسخره بازی میکنه، چون هم باباه میدونه آمپول ضرر نداره هم مامانه، فهم جفتشون یکیه. این آمپول رو فوق تخصص کودک داده، پس برای بچه ما ضرری نداره. خب باباه اینجور جا میزنه به مسخره بازی، میگه آقای دکتر از این آمپول بزرگا نداری؟ یادتون رو بگم نون بگی نمیری؟ حالا بزن آقا. آقای دکتر هم محکما بزن. دکتره بیرونش میکنه، آقا برو بیرون، بچه رو میترسونی، پاشو صف میکنه. آقا عمو جون هیچی نیست، هیچی نیست، شل کن، هیچی نیست، من میزنم، هیچ، اصلا نمیفهمی چی شد، بیخیال شد. مامانه چی کار میکنه؟ وای میزه زار زار گریه، آی دکتر آروم، آی دکتر بچه هم فرام. میگه خانم عمل قلب باز نیست، میخوام یه آمپول بهش بزنم. من از شما سوال میکنم، پسره رو مامانه رو بیشتر دوست دارید یا بابا رو؟ مامانه رو. به بچه بگو مامانه بیشتر سه بابا رو. میگه مامانو. به خاطر همین کاراش ناقص العقل، یعنی عاشق. میگه این عاشقه، این به هر چیزی که میفهمه عمل نمی کنه. میفهمه بچه تب کرده، تبر بهش دادم، این عمل میکنه خوب میشه. بابا هم میفهمه میگیره میخوابه، مامانه میفهمه نمیتونه بخوابه چون عاشقه، بیدار میمونه. اون وقت این بیدار موندنه، اون پی دل بچه را رفتن سر سفره، روح بچه رو تکویل میکنه. میخواد بگه آقا زن بی نهایت عاشقه، حواست باشه کجا استفاده میشه ازش، ازش سوء استفاده نشه. این باید داره بچهش مادری کنه، این رو نبر تو اداره واسه کارمندا مادری کنه، این باید واسه بچهش مادری کنه. اینجا باید عاشقی کنه، حقش رو ضایع نکن، بیگاری ازش نکش. میگیدی چی میگم؟ ولی میخوام بگم مرده هر وقت با زنش دعوا شده از چی استفاده کرده؟ از یک قرائت غلط، از یک
خطبه امیرالمومنین و تو ذهن زن امیرالمومنین چیکار کرده؟ یه موجود ضد زن معرفی کرده. 99% زنای مذهبی که چادرم سرشونه امیرالمومنین رو بهش چی دارن؟ انگلت دارن سر همین حرفاش، چون این حرفا رو نفهمیدن. از اون برم علی خیلی بزرگ دوستش دارن، از اون برم این حرفا همیشه چماق شده تو سرشون، شما ناقص العقلی، شما ناقص الفلانی، شما دیده میبینی، شما فلانی زدن تو سرشون. طبیعیه که ته دلش با امیرالمومنین صاف نباشه. یکی هم پیدا نشده اینو توضیح بده. اینه که تو مذهبی ترین جمع ها من بودم، خانوما بودن، گفتم شما امیرالمومنین 100% قبول دارید؟ مثل اینه که مثلا دیدی توی جمعی آقای علما میگی صلوات، خودت باید صلوات بفرستی، کسی نمیفرسته. قشنگ تو جمع خانوما وقتی میگم امیرالمومنین 100% قبول دارید، همینجوری میگم بله. یعنی یه جوری میگن که جهنم نرن، همین. چون فکر میکنم بگن نخیر میرن جهنم. آقا اون امیرالمومنین نیست که، شوهر تو از امیرالمومنین یه چماق درست کرده زده تو سرت، طبیعیه که به این اسم تو ریاکشن منفی نشون بدی، چون نفهمیده اصلا حضرت علی چی گفته، کرده چماق فقط. قرآن رو میفهمه، تو تکون میخوری. اکثر هم لا یعقلون، تیمش رأی نیاوردن، اون تیم روبرو رأی بردن. میگه که نه، اکثر هم قرآن میگه، اکثر هم لا یعقلون. بابا تو اصلا حالیت نیست قرآن، چماق درست کردی سر دیگر. اکثر هم لا یعقلون چی میخواد بگه؟ شما یه دن مثلا مربی ورزشی، یه دن نوجوان مدرسه ای مثلا شما رو استخدام میکنه به عنوان معلم ورزش، به شما میگه که آقا مثلا بچه ابتدایی یا راهنمایی، پسرونه یا دخترونه، دانش آموزا رو به شما میدن بری اردو کوهنوردی، مربی به شما چی میگه؟ مدیر مدرسه به شما چی میگه؟ میگه آقای مربی اینا بچن ها، اینا پاشون ضعیفه، بچن موازه باش، به خودت نگاه نکنی، بکشی از سینه کش کوبالا، مراد اینا رو بکن. الان داره میگه پاهای اینا ضعیفه، اینا بچن، داره به اینا توهین میکنه، داره سفارش اینا رو میکنه به کی؟ به مربی. خدا داره به پیغمبرش میگه پیغمبر اکثر مردم، ببینید اولا عقل همیشه فهم پایین تر وای میسته، همیشه ما بیشتر از عقلمون میفهمیم، چون عقل یعنی قدرت خیشتنداری، عقل از عقال میاد. دیدید چفیه میدازن سرشون عربا یه نخ بافته میذارن روش، بهش میگن عقال، نگه دارنده. خب عقل یعنی توانا، عالم یعنی دانا، عقل یعنی توانا. جاهل یه معنای اصلیش چیه؟ ناتوانه، نه نادان، به عنوان نادانم به کار رفته ها، اما اصل کلمه جاهل یعنی ناتوان. یه کسی ناتوان هست، یه کسی تواناست. ما همیشه تواناییمون فهممون پایین تره. بچهش تصادف کرده، بهش بگی بچه تصادف کرده میفهمه چی شده، ولی ممکنه نتونه حذف کنه، خودش سکته کنه، برای همین با احتیاط بهش میگن. انبیا مأمورن با مردم چجوری صحبت کنن؟ به اندازه عقل مردم صحبت کنن، نه به اندازه فهم مردم. کلم الناس علی قدر عقولهم. ببین توانایی هضمشون چقدره، بیشتر از تواناییشون نباید چیزی بگی، میفهمه نمیتونه هضم کنه، میریزه به هم. تو حق نداره چیزی بگی بریزیش به هم. سعی کن آستانه عقل جامعه رو بیاری بالا. حالا اکثر هم لا یعقلون یعنی چی؟ میگه پیامبر اکثر مردم تواناییشون کمه، مواظب باش، زیادی ازشون چیزی نخواهی. داره سفارش بنده هاشو میکنه به پیغمبرش، توهین نمیکنه که، توهین نمیکنه که، نمیگه ناقص الفهمن که، میگه اینا جامعه تواناییش کمه، پیامبر با احتیاط باشون برخورد کن، یواش یواش، یه دفعه نری همه چیو بگی نتونه هضم بکنه به هم بریزه، قدم به قدم. برای همین شما ببینید پیامبر هر کاری خواسته تو جامعهش بکنه قدم به قدم. آقا بزرگترین تولید کننده مشروب شراب، از خرما شراب درست می‌کردن و از انگور. بزرگترین تولید کننده شرابن و صادر کنندهشن، منفعت توش می‌برن و مصرف کنندهش هم هستن دیگه، اونا با خمره می‌خورن. خوبه؟ خب حالا می‌خوای تو این جامعه ممنوع کن این داستانو، یه شبه نیمت پیامبر بگه یالا تمام، آقا تمام، شراب چیز مزخرفیه، تمومش کنید. نه، اول کاری که کرده، تازه بعد از 13 سال زمین سازی معرفتی، یکی مثل پیامبر 13 سال تو مکه ظرفیت سازی کرده، این عقل رو آورده بالا.
اندیشه مردم رو ارتقا داده، خدا رو معرفی کرده، معاد رو گفته، روابط خودشون رو گفته. 13 سال فونداسیون چیده، تازه بعد 13 سال یه خش گذاشته، گفته لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، مست بودی نماز نخون، یعنی در حال مستی نماز نخون، کار دیگه به چیز دیگه‌اش نه. نمیگه نخور، نمیگه حرامه، نمیگه فلانه، میگه نه مست بودی نماز نخون، چون نمیدونی داری چیکار میکنی، که باید ذهنت آمادگی داشته باشه قشنگ بفهمی داری با کی حرف میزنی. بعد تو مرحله بعد میاد میگه که آقا این منافعی داره ولی مضراتش از منافعش بیشتره. درسته میفروشی یه پولی میگیری، اما یکی اینو خورد بعد مستی کرد، مستی که اون موقع آقا مگه یه ذره دو ذره که آقا شراب میخورد یه چیزی هم باش، نه که حالا یه غذایی بخوره یه استکان مشروبم بره بالا، این شراب میخورد یه چیزی هم بغلش میخورد، بعد قاطی میکرد. خب فرهنگم که نیست تو جامعه، ببند زنتو به باد کتک، ببند بچهاتو به باد کتک، غلاماتو بزن له کن. اومد گفت ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، گفت ببین اگه به کسی یه جنسی فروختی باعث شده کیو بزنه، تو اون زدنه مقصری، یا همکاری نکن در گناه و معصیت. قشنگ اینا رو جا انداخته، بعد میگه منافع داره ولی مضراتش بیشتره. بعد توی آیه دیگه میاد میگه که آقا الخمر والمیسر والفلان حرام. اون روزی که حرام کرد، جامعه خودش با دست خودش گذاشته بود این بساطو چی؟ کنار. هیچ جا نداریم پیامبر یه دونه کوزه شراب شکسته باشه یا به خاطر شرابخوری شلاق به کسی زده باشه، هیچ جا نیست. متخصص پیگیری کرده بود تمام احادیثی که میگن اهل بیت حدی رو جاری کردن، متخصصی که بزرگان از علما، بعد گفته بود آقا تمام احادیثی که میگه اهل بیت یه حدی جاری کردن مرسله، یعنی ضعیف سندش، ما حدیث محکم متقن نداریم که اهل بیت هم چیکار کرده باشن، چون نیاز نبوده اصلا. پس اکثر هم لا یعقلون، سفارش بنده هاشو خدا داره میکنه به کی؟ به پیغمبرش، که باید بیشتر با اینا مدارا کنی، اینا توانشون پایینه، باید قدم به قدم با اینا پیش بری. این سفارش مثبت، نمیفهمه کرددش فوش، هر وقت جناحش رأی نمیاره میگه اکثر هم لا یعقلون. خب دور قبل که به تو رأی دادن این که بهشون میگی بیعقل، میگیری چی میگم؟ دین شده چماق، طبیعیه که تو زده شده باشی ازش، طبیعیه که خانوما برسن به نهج البلاغه خوششون نیاد، چون نهج البلاغه رو چماق کردن تو سر خانوما. طبیعیه که بچه تو تا میگی قرآن حالش بد بشه، میگه حاجی هفته صبح ما رو بلند کرده پاشو برو نون بگیر. حالا بچه‌م دیشب نشسته مثلا فوتبال تا 3:30 شب، هفته صبح اینو میخواد بیدار کنه، پا نشده، بهش گفته ببین مردی که بی تربیت فلان فلان شده. ولا قرآن میگه ولا تقل لهما اف، یه اف به بابا ننه نگو. میدونی تو الان من تو رو آغ میکنم، من تو رو چیکار میکنم، من تو رو، طرف به من میگه من از حق آقم برای بچه‌م استفاده میکنم، تازه هم لباس ما بودم. بهش گفتم حاج آقا خیلی جدی گرفتی داستانو، حق آق دیگه چی چیه؟ خب تا بچه تکون خورده گفتی آقت میکنم، طبیعیه که تو هم تکون بخورون بگی منم آقت میکنم. گفته بود اوخ چیه؟ گفت یه کاری میکنم بگه نهی بر پدرش لعنت. اگه دین امروز اوخ شده، چون با دین مردم رو آخ کردیم. من الان از صفایه هیئت تموم شده با ماشین خودم اومدم تا اینجا، یه دسته عزاداری ندیدم، خیابونا خلوت. تا همین 5-6 سال پیش من با موتور میومدم نمیرسیدم، الان دسته ها ویراج میدادیم میومدیم. ما یه دسته عزاداری چند شب ما اینجا منبریم؟ 8-9 شب دیگه، 8 شب شد دیگه. ما یه دسته عزاداری در مسیر صفایه تا اینجا ندیدیم تو 8 شب. چرا؟ یه حسینیه هست یه جایی دیدیم درشو بستن، ملت رو را نمیدن تو. نه اونا که تو هم فقط شام میدیم و اینا، دارن سینه میزنن، دیگه از سینه زنی را نمیدن، میگن تو بعد از اول میمدی که غذا بخوری، دیگه از وسط سینه زنی در رو مسجد رو میبندن، در حسینیه رو، مردم رو پشت دارن التماس میکنن، اینا راشون نمیدن. میگه نه نه نه، از اول باید بیای، چون یه شام میخوام بهت بدیم، باید بیای یک ساعت برای تو خرانی کنیم، یک ساعت هم تو باسه ما بپری بالا پایین، بعد بهت شام بدیم. اینم حسینیه همونه، همون کاری که مسجدا کردن خالی شدن، ما الان تو خراب اومدیم هیئت گرفتیم. خب ما چرا تو مسجد محل نمیگیریم؟
چون بگیریم نمیتونیم حرف بزنیم، چون هزار تا توقع ازمون دارن. بعد مسجد محل با ویلچر عزاداری میگیرن، چون دیگه ویلچری ها فقط موندن. والا من یه مسجد رفتم دیدم که مثلا 10-15 ردیف صندلی چیده با این مهرا، یعنی 10-15 ردیف اینجوری، یعنی امام جماعت میاد واسه یه مش معلول نماز میخونه. اشکال نداره ها، پیر مردا میدونی چیان؟ پیر مردا مثل درختای تنومند یه باغر، ولی باغ فقط درخت تنومند نباید توش باشه، چمن میخواد، گل میخواد، اون گل و چمن نوجوانان، جوانان. شما هی چمنا رو زدی، ابیخ کندی، ریختی بیرون، گفتی درختا هستش، درختا پیر شده، حالا میخواد چیکار کنی؟ یه مکم، ما سر تکبیر گفتم بچه بودیم، سر مکبر بودن مسجد دعوا میکردیم. من گفتم من میگم، گفت من میگم، 20 تا بودیم، بعد لیست درست کردن، امروز صبح این میگه، ظهر اون میگه، نماز عصر اون یکی میگه، نه الان مکبر ندارن. یعنی یه نوجوان تو مسجد میبره تکبیر بگه. چرا؟ چون همه چی شما، ما میرفتیم نماز، وضو گرفتی؟ آقا تو مسئول وضو منی؟ تو خودت وضو گرفتی؟ مطمئنی هنو وضو داری؟ من به وضو تو کاری دارم، به وضو من کاری داری؟ ما نوجوان بودیم، وضو گرفتی؟ من این مسجد حاج غضنفر است توی جوب شد، من اونجا مسئول بسیج دانش آموزی بودم، بعد با امام جماعت هماهنگ کردم. امام جماعت پیرمرد بود ولی خیلی روشن فکر بود، خیلی هنوزم زنده است، خدا حفظش کنه. بعد باش دست به یکی کردم، گفتم حاج آقا من این نوجوانا رو بیارم مسجد. نمیذاشتن، راه نمیدادن تو مسجد، احتیاط دارن اینها، نباید بیا مسجد. یارو خودش هم میومد دیگه، یادتونید که شلوارشون رو در میآوردن، یه دونه زیشواری راه راه میپوشتن و میسادن نماز. مثلا اون احتیاط داره، این دیگه ته مسخره بازیه. نجس اون چیزیه که با چشات میبینی، اون نجسه اگه نجاست دیدی، ولی نه خاکی شده شاید نجس باشه. جمع کن بابا این دکونه رو. بچه رو راه نمیدادن، میگم احتیاط داره. گفتم تو مگه میدونی نجسه؟ با امام جماعت دست به یکی کردم، یه بار رو مخ اینا کار کرد، نوجوانا رو بردم مسجد. تازه گفتن باید یکی در میون وایسن، بغل هم وای نستن، نمازا ما باطل میشه. یعنی یه قانون ترکمنچای با ما نوشتن که بذارم ما نوجوانا رو این مسجد. اون وقت یه روز اینا شلوغ کردن، یه پیرمرده بلند شد گفت هر چی آتیشه گور این بلند میشه، من رو نشون میدن. این اینا رو برده تو مسجد، ما رو با بچه هامون بیرون کردن. خب الان حاضرم اینترنت پرسرعت بدن، حقوق ماهیانه بدن، اون بچه ها برگردن مسجد. عزیزم تو نماز جماعت رو چماخ کردی تو سر ما، وضو گرفتن رو چماخ کردی تو سر ما، هیئت امام حسین میگرفتید، یه سفره بچگونه مینداختید، یه غذاهای نصف نصفه چی بود میدادید دست بچه مردم. بعد اونجا هم هر بچه تخستر بود دوتا غذا میخورد، اون که نبود هیچ غذا گیرش نمیومد. بچه ها رو سر و پای که هم دیگه، اولا بزرگترا رو غذا میده، آخر میگه بچگونه آخر. خب این کارا رو کردین، یارو میگه ما رو یه دونه غذا چقدر ما رو خار کردن، نمیام آقا جون. از یه علت این که ما دین زده شده جامعه ما اینه که دیندارها از دین چماق درست کردن. دیندارها پدر مادر میخواد بچه رو صبح بفرسته نون بگیره، 200 تا حدیث رو روا، آقا حدیث روایت نمیخواد، شب اینو زودتر بذار بخوابه، صبح بس بچه آدم بلند شه، برنامه ریزی میخواد. تو بچه تو روز میخوابونی میگی بخوابه راحت باشیم، شب نمیخوابه، میگه این چرا نمیخوابه؟ خب روز نخوابونش. ما خودمون بچه بودیم، ننه باباهای ما خیلی اوستا بودن قدیمی ها، ما 8 شب به بعد خاطره ندادیم چون خواب بودیم هممون. صبح هم پا میشدیم یه برادر اونجا هست بودن، برادر داشت لک لک ها بودن. میگیرین چی عرض میکنم؟ خب بی تدبیری میکنه، میخواد با چماق قرآن درستش کنه. اومده به من میگه، من به دخترم بگم خواب دیدم قیامت بوده، داشتن سر به داغ میکردن تو دماغت، از چشت در میآوردن. بعد گفتم دخترم چرا اینجوری شدی؟ گفته من نماز نمیخوندم. گفتم هاش خانم فیلم هندی میبینی؟ برو بالیوود شما اونجا فیلم نامه بنویس. تو با دروغ میخوای بچه‌ت نماز خون کنی؟ بعد نمیدونی این چی کار میکنه با روح بچه‌ت؟ از دین چماق درست نکن اگه دین داری، کم میاری با آیه و حدیث فوش درست نکن. با یارو دعوا شده نمیتونه جواب بده، میگه
اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خب تو که داری جواب میدی، اولا آیه میگه جاهل وقتی سنگ پرت میکنه سمت اینا، اینا بهش محبت میکنن، سلام بر تو یعنی سلم بر تو، سلامتی بر تو، یعنی بد دشمنشون هم نمیخوان. تو داری متلج میگی به یارو، تو داری تحقیرش میکنی، روایت داریم کسی رو تحقیر کردی از شرش در امان نیستی. خب به اسم دین تحقیرش کردی. من نمیدونم این قضیه درسته یا نه، منم خوندم جایی که هیتلر سر یه توهین به اینجا رسید، یه کسی بشه توهین، آدم مذهبی این یه مثلا تخلفی کرده بود، رفت یه جایی گفت من اعتراف کنم پاک بشم، طرف گفت اینقدر پول باید بدی تا پاک بشم، گفت من اینقدر پول ندارم، اینقدر پول دارم، گفت نه باید اینقدر بدی مثلا پول، هر کاری کرد گفت نه نمیشه، گفت با خدا تو رو نمیبخشه، و آقا خدا نمیبخشه دست نم، قسطاش عقب مونده بود، چی بود میخواست پول بیشتری بگیرم نداشت بده، گفت یعنی خدا منو نمیبخشه، گفت نه خدا تو رو نمیبخشه، گفت چی دیگه من هیچ راهی ندارم، گفت نه، گفت ببین یه کاری میکنم تاریخ بنویسه بلای سر بنده هاش میارم. شما نمیدونی وقتی یه نفر رو تحقیر میکنی یه بمب اتمو چاشنیشو فعال کردی، کی منفجر بشه خدا میدونه. پس طبیعی اگه جامعه ما دین زده است، چون به اسم دین چما آقا هیئت الان ما اینجا هیئت گرفتیم خوبه، خدا وکیلی با همسایه‌ها بچه‌ها گفتن صحبت کنن، سعی کردیم صدا بلنگو ما بیرون نره، ماشینا رو درست کنیم، اومدن تذکر دادن، پلیس خودمون رفتیم صحبت کردیم، پاسگاه پلیس بیاد وایسه، وقت دعوایی نشه، آبرو کسی نره، مزاحم کسی نشیم واقعا. بعد شما هیئت گرفتی، یارو اومده گفته آقا من مادر بزرگم مریضه، ما از بیمارستان مرخصش کردیم، پول نداریم بذاریم اونجا بمونه، این دیگه ساعت ده به بعد این تبله رو نزن، چهار صبح ما خونمون باجک بود، ما اونجا مستجر یه خونه شهید هم بودیم، حالا خدا خیرش هم بده، به من گفت اینجا بشین تا خونه دار شی، خونه دارم شدیم بعدش باشه، خیلی پیرزن خیلی پول آبرقمون رو میداد و خیلی بهمون لطف میکرد، گفت تازه ازدواج کردی حالا کمک میکرد، خیلی آدم حسابی بود، خدا حفظش کنه انشالله. چهار صبح من دم دارن تبله، حالا این بچه ما بیدار میشد، این پسره نمیخوابید دیگه، که زار چهار صبح رفتم بیرون بچم میدم در دو تا بچه نوجوان دارن تبله دوم 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 رو کوچه بنبست تقریبا، بهش میگم همونجون چیکار میکنی؟ آشقا داریم جمع میکنیم همه برن برای صبح عاشوراست بریم، گفتم عزیزم صبح عاشورا تو باید حق و ناس گردنت بیفته، باید جرم کنی، هر کی بخواد بیاد هیئت خب میاد، من بچه خواب تو زدی، این نمیخوام بیدار میشه، این پدرمو در میاره، تازه خوابیده، صبح عاشوراست که مجوز میشه حرف بزن. نه آقا امام حسین، گفتم حالا کن، حالا داره به ما میگه امام حسین هم چون من آقا میره، من خودم سوخنرانم مرد حسابی، من خودم دستم تا اینجا تو کیسه امام حسین دارم نون میخورم ازش، چه کاری میکنی؟ گفتم داداش اونایی که اومدن بگو دو متر فاصله وایسن، دسته عزاداری شما بزرگتر بشه، دنبال اینی دیگه، بگی مثلا ما یک کیلومتر دسته عزاداری مسجد فلان بود، خب گشادتر وایسید میشه یک کیلومتر. به چه حقی چهار صبح تب میزنی در خونه مردم؟ بعدم به تذکر میده بر منکر مرتضی و علی لعنت. چه منکر مرتضی و علیه؟ یارو میگه باجی پسره نوجوون میره مسجد مثلا هیئت دو شب میاد خونه، میگم بهش میگم تا دو کدوم گوری بودی؟ میگه ما ظرف میشستیم، وایساده ظرف مرف میشسته با اینا دی. گفت بهش گفتم من راضی نیستم، گفت راضی نیستی؟ بر منکر مرتضی و علی لعنت، به بابا خودش. شما شعر رو میکنید شماق، به منکر علی بگو نماز خود رها کند، نماز خود قضا کند، به جای آن زنا کند. خب مریضی اینجوری اول ولایت حضرت علی دم میزنن؟ یارو اگه یه سر سوزن علی هم دوست داشته باشه میگه اگه اینا علی دوست من نیستیم، ما تو دیم اینا نیستیم، این چه طرز شعر گفتن روانی مگه؟ چرا چماق میکنی علی رو تو سر کسی؟ علی که تو سر کسی چماق نشد، علی که خودش رفت دست ابن ملجم رو بگیره، امام حسینی که رفت دست شم رو بگیره، امام حسنی که خواست دست جوده رو بگیره، پیغمبری که رفت برای هدایت ابو جهل ابو لهب نماز شب میخوند برای هدایت ابو جهل ابو لهب، پیغمبری که مکه رو گرفت احدی رو تحقیر نکرد، حتی ابو سفیان اعلام کرد خانه ابو سفیان خانه امن است، خانه خودم خانه امن است، ابو سفیان رو نشکوند، ابو سفیانی که 73 تا جنگ علیش را انداخته بود، ابو سفیانی که عموشو کشته بود، اصحابشو کشته بود، شکنجه کرده بود، اموالشو برده بود،
حاضر نشد سر سوزنی تحقیرش کنه، بگم روش که ما به قدرت رسیدیم خارت میکنم، ابو سفیان هم باید بیاد کنار کعبه تا بخشیده بشه. گفت نه، خانه ابو سفیان خانه امن است، خانه خدا هم خانه امن است. ما چماق درست نمی کنیم از دینمون، ولی از دین چماق درست کردی زده شده بچت، نماز نخونده. من حروم روحمم اگه به کسی که نماز نخونه تو خونم. آقا بچت نماز نمیخونه دلیلش میدونی چیه؟ خدا رو ندیده، خدا رو ببینه سجده میکنه. عوضی ترین آدم ها از نظر ما موفق بشی یه بار خدا رو بهش نشون بدی سجده میکنه. مشکلم ماست، خود شکن، آینه شکستن خطاست. بچه بی نمازه تفسیر منه، من نمازم نماز است. آره دیگه نماز، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد. تو میخوای بچه این نمازو میبینه نمازخون بشه، میگه بابام جلو عمم اینجوری راه نمیره، اینجوری کار نمیکنه. معلومه هیچی جلوش نیست. طرف به من زنگ زده، حاج آقا با لباس زیر میشه نمازخون؟ گفتم شما با لباس زیر میری مهمونی؟ میگه بستگی داره. گفتم نه، مهمونی آدموار میری؟ مرد حسابی تو با یه زیر پیرنی 2000 تا ترکش توش خورده یادگاری کربلا، من با یه دونه شروالک از این راه راه ها. آقا من این کارخونهشو بدونم کجا از این راه راه میدوزه. عینان پوشیدی وایسادی الله اکبر، دندوناتو داری تمیز میکنی تو نماز، تو جلو خدا وایسادی؟ بعد توقع داری بچه پسره بهش میگفت حاج آقا ما گفتم چرا نماز نمیخونی؟ گفته حاج آقا من بابام 50 سال نماز میخونه هنوز ننمو میزنه، همون گند دماغی که بوده است، این چه نمازیه؟ به چه دردی؟ نمیخوام نماز بخونم، ننه منو میزنه بابام. نماز خونام رو نماز بردم، ویلون للمسلین. قرآن میگه وای به حال نماز خونام، اونایی که آبرو نمازو میبرن، وای به حال من مذهبی که آبرو مذهبو میبرم، از چماق درست کردم، عرضه ندارم حرف بزنم به دختر، میگم مواتو بکن تو. آقا این طرز گفتنه؟ اصلا اینجوری باید بگی؟ راهش اینه؟ کار بلد نیستی؟ بعد میگی مواتو بکن تو، میگه به تو چه، میزنی تو گوشش، اونم فیلمشو میگیره میذاره اون ور دنیا پخش میکنه، میگه ببینید. بعد خانواده ماها که مذهبیان چادریان تو خیابون میرن بهشون متلک میگن. دخترم اومده کوچیکه میگه که با مامان رفتیم بازار به ما توهین شده، اومده من میگه بابا من یه زنم چه حقی دارم به من توهین کنن؟ گفتم بابا اینا مقصر نیستن، امثال بابات به اینا توهین کرده، اینا بابات زورشون نرسیده، به ننت دارن متلک میگن. زن چادری بهش فوش میدادن تو کوچه، دختر بچه‌ش هم باش بوده، دختر خودم اومده بود خونه ناراحت، میگه به من توهین شده، رفتم بازار به من توهین شده. گفتم بابا این توهین باباهات کردن، از این توهین مردم رو ببخش، اینا نمیدونن چرا مقصر ما این. من راهیان نور مسئول بودم، اونجا سرتیم بودم خودم، تیم صیاد شیرازی بودی با ارتش، بچه ارتش. من دو شب دیدم تو لیست مهمونا نوشتن دانشگاه هنر اصفهان. گفتم خب دانشگاه هنری ها معمولا دختر پسرای هنرمند، مثلا عکاسن، نقاشن، تاترین، سیستمشون اصلا به اینجا نمیخوره. تعجبم کردم چجوری اینا اومدن راهیان چیکار. گفتم بچه خودم باید اینا رو پذیرایی کنم. دو شبم اومدن، اومدن پیاده شدن از اتوبوس، من فهمیدم به اینا دروغ گفتن. به اینا گفته بودم میریم آثار باستانی جنوب رو ببینیم، بعد آورده بودنشون جنوب، آورده بودنشون راهیان که تو لیستشون پر کنن که ما دانشگاه رو بردیم راهیان نور، چون مثلا راهیان نور اینا نمی اومدن. پیادم شدن حالا با سر و وضع هنری خودشون و با اون تریپای اونجوری و حالا پادگانه، فردا میخوام بریم تو منطقه، همه بالاخره بچه های مذهبی و بعد محیط های نظامی. من گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، بشینید رو زمین. مسئولشون اومد گفت که آقا اینا هر، گفتم آقا جون من خودم میفهم، وایسا بغل، تو مرد بودی به اینا راست میگفتی، تو به اینا گفتی و بودیشون رایان نور نگفتی که، وایسا بغل. گفتم بچه ها بشینید، بشینید زمین. گفتم شما مهمون مایید، ما نوکر شماییم، سه روز شما با مایید، ما تو منطقه میچرخونیمتون. من چون شما مهمون شهدایید، منم نوکر شما، کسی به شما بگه بالا چشتون ابرو، من اونو پوستشو میکنم، دعوا میشه.
یه جوری فردا بیاید که دعوا نشه. من خاک پا همتونم هستم، نوکرتونم بفرمایید داخل. سه روز ما با هم بودیم، خوبه؟ روز اولم یه جا دعوامون شد با هم، چون من به رئیسشون گفتم و کاروان جداشون نکن، اینا برداشت برد اهواز به اینا پیتزا بده. بعدن هم من زنگ زدم بهش گفتم کجای گوهاج آقا به خدا، گفتم به خدا نداره، اگه اینا اتوبوس پیاده شدن من دیگه پادگان راد نمیدم، تو اتوبوس نگرشون میداری براشون میخری میدی دستشون برمیگردی پادگان، اما هیچ من نرو بیرون من بفهم دارم چیکار میکنم. وقتی هم برگشت من خودم رفتم تو اتوبوس گفتم آقا من صبح به شما نگفتم من نوکر شما، شما پیتزا میخوای چرا به من نمیگی؟ چرا با اتوبوس پاشدید رفتید؟ میگفتید من میفرستادم براتون بیاره پیتزا رو. کلی هم با هم رفیق شدیم، یه سوء تفاهمی روز اول شد با هم رفیق شدیم. منو دعوت کردن کجا؟ دانشگاه هنر اصفهان، با خانوم هم ما رو دعوت کردن اونجا، ما رو بردن سینما و بردن فیلم و این چیزا. به من گفتن ما روز اول پادگان پیاده شدیم، اصلا پادگان دیدیم گرخیدیم، دیدیم تانک و دژبان و منم یه شلوار پلنگی یه پیرن مشکی انقدم ریش، ایام محرم هم بود، گفتیم اصلا اصل تیم ما رو گرفت، داعش ما رو گرفت، نه دیگه رئیس داعشه، چون قیافه شبیه ابوبکر بغدادی دیگه، حالا من قلبم سهراب سپهریه ولی خب قیافه ابوبکر بغدادی. گفت اون جمله‌ای که شما گفتی من نوکرتونم و من بالاخره شما در میام و مواظب باشید کسی به شما چیزی نگه بگه دعوا میشه و فلان و اینا، بعد گفتی بچه‌ها فردا یه جوری بیاید که دعوا نشه، گفت ما پاشدیم هممون گفتیم حجابو میگه، آ حجاب میگه فردا مراد کنیم دعوا نشه. آقا من لازم نیست بیام به تو بگم چی، بعدم اصلا حجاب تو به من چه؟ ما باید دنبال ایجاد حیا باشیم، درخت حیا خودش میوه میده. به زور میخواد چادر کنی سر طرف، این چه کاریه؟ باید انتخاب کنه، چیزی که انتخاب نکنه که اصلا کمالی توش نیست. اسلحه بذاری بالا سر طرف یالا نماز بخون، چه نمازشو؟ پسرم گفت دو رکعت نماز میخونم از ترس بابام، الله اکبر، خدا توش نیست، داری میزنی گفتی بخون دارم میخونم. باباش میگفت بگو قربت الله، میگفت نمیگم، خدا نیست، تویی، خدا مگه منو بیدار کرده؟ تو گفتی باید بخونی وگه نخونم باید بری. دو رکعت نماز میخونم از ترس بابام، الله اکبر، دو رکعت نماز از ترس بابا به چه دردی میخوره؟ آقا شما یه تذکری فکر نمی‌کنی یه تذکر می‌خوای بدی چه جوری بدی که شخصیتش هم خرد نشه؟ آخه بابا شخصیتش میگه حرمت مؤمن از کعبه بالاتره، یاروی تار موش بیرون باشه که کافر نمیشه، که یه مؤمنیه که یه تار موش بیرون بوده، این حرمتش از کعبه بالاتره، تو چه جوری می‌زنی تو گوشش؟ بعد چرا به اسم دین می‌زنی؟ چرا به اسم حضرت زهرا می‌زنی؟ خب زدی، این شده نتیجهش، جامعه که ادین فراری هن میخوان یه راه حل پیدا کنن دور بزنن، طرف خواسته بره حج رفته خمس بده یه جایی، گفته خمس بدم پولم حلال شه فلان اینا، چک داده رفته حج، بعد برگشته چکش برگشت خورده پول توش نبوده، زنگ زدم بهش گفتن داداش این پول توش نیست، گفته من که حجمو رفتم به درک که نیست. این فکر کرده مثلا یه چک بده دیگه مثلا حجش درست، اگه نمیداد باطل بود حجش، دو تا این اندازه. میگم یارو از قم میرفت مهداب نماز شکسته بخونه. هر روز میخواد یه جاشو کم بذاره. حالا جا اینو اینجوری کنیم اشکال نداره، اونو اونجوری کنیم طوری نیست. یارو ادعا لاتی کرد، گفت ما لاتی ما داشتیم ما فلانی، فکر لاتی به لجست، بهش گفتن لات خالکوبی باید داشته باشه، تاتو هم نبود برن اسپری بزنن یارو سر بشه تاتو کنن که درد نفهمه چیه، که تاتوش هم تازه درد داره. نه این آب تره میگرفتن با سوزن، با سوزن میافتاد آب تره رو ببین سوزن بزنه بکن زیر پوست طرف. گفت اونجا گفت داشت شیر واسه ما خالکوبی کن، طرف گفت درست صحبت کن، گفت یه شیر خالکوبی کن، خب اندازه شیر نیستی تو بچه، آخه تو شیر تو بی... گفت نه خالکوبی کن، شیر خالکوبی کن، ادعا کردیم خالکوب باشه، آقا پیرهن تو بزن بالا ببینیم، آقا آبتره دو تا سوزه، گفت این کجاشه؟ گفت این دومشه، گفت حالا دومش مثلا زیرش جمع شده، گفت باشه دوباره زن، آقا این چیه؟ گفت یالشه، گفت حالا شیر ماده بکش، یال نمیخواد که شیر نر نکش، ماده بکش.
اوه این چی بود؟ میگه دندون. نه دهنشو بسته اصلا، زن باید دهنشو ببنده باباشه زشته. این چشاش چشه. آقا یارو یه لگت میسته که پاشو مرتی که شیری که نه شکم داره نه یال داره نه چش داره نه ده. این چیه؟ ادعای دینداری کردی کدین تو که همشو داری دور میزنی؟ تو که همشو داری میپیچونی؟ مهرمزون میشه میخواد روزه حاجم من سنگ کلیه دارم بعد نمیتونم چیزی کنم برو دکتر. خب نه نه الان وقت ندارم من دکتر، مثلا گذاشتم برای مهرمزون. خب حالا سنگ کلیه داری روزه نمیگیری افطاری بده، ما که افطاری نمیخوریم افطاری چی بدیم؟ بعد مردم دعوت میکنن ما روزه نیستیم بدیم دیگه رومون نمیشه بگیریم افطاری چون نمیریم نمیدیم. حداقل یه دعای چیزی آج آقا میگن میگه یه صلوات بفرستی قبل خواب ثواب یه ختم قرآن داره. نه یعنی یه چیزی درست کردی که تو یعنی خدایی نکرده هدایت. تازه اونا که میگیرن فکر چجوری میگیرن؟ ما محرمزون رو میپیچونیم چجوری؟ از نماز مغرب میخوریم تا خود اذان صبح، بعد از اذان چهار بعد از اون هم زیر کولر گازی بلند میشیم اونوری میشیم میگه کنترل تلویزیون رو بیاره ببینم، میزنه فیلم تکراری رو ببینه. جمانگ و مختار و اینا دیگه الان قاطی هم شده، میگن جمانگ رفته با سوسانو آزاد کنن چیزو چیز مختار اومده این ور، جمانگ اشتباهی اومده پیش مختار چون اینا انگه پخش کرده اینا خودشون هم قاطی کردن. خب این مارمزونه؟ نه ما خدا رو دور میزنیم، حج هم میریم خدا رو دور میزنیم. نایب میگیره واسهش طواف کنه، یعنی خودش چهار دور هم دقل یه هفت دور پیاده برو لا بستم. تو چه حاجی هستی؟ نماز فلانش هم حاج آقا شما بخونی نماز، میگن اگه اشتباه بخونی زنمون حروم میشه، شما این نماز بخون. حاج آقا بل از زالین و قشن 16 حرکت بکش که حلال حلال بشه. میدونید چرا ما از دین فرار میکنیم؟ چون قبلی همون چماقش کردن زدن تو سرمون، حیفش کردن، نسخه ها رو نابود کردن. حیف این امام حسین که دست ما افتاد، حیف اون شور امام حسین که دست ما افتاد، حیف امیرالمومنین، حیف به خدا یه روزی دنیا اینا رو از ما میگیره. امیرالمومنین به مسلمان ها گفت الله الله فی القرآن، سفارش میکنن به قرآن نکنه دیگران سبقت بگیرن به عمل به قرآن از شما. امروز سبقت نگرفتن؟ ویل للمتففین، وای به حال کم فروش، یعنی وای به حال ایران خودرو سایپا، یا نه وای به حال بنز فراری لامبورگینی فیات فلان فلان. ویل للمتففین یعنی ویل لچی؟ اینا داره به سایپا و ایران خودرو میگه یا داره به بنز آلمان میگه و به فیات میگه و به چه میدونم این همه ماشینایی که سوار میشید کیا و نمیدونم چی و چی؟ به اینا میگه؟ به کدوم داره میگه؟ شما بهش میگید عرابه مرد، چرا میذارید بفروشن؟ چند هزار نفر رو کشتید با پراید، اگه عرابه مرگه چرا فروختید به مردم؟ ویل للمتففین یعنی وای به حال ایران خود رو، وای به حال سایپا، وای به حال پراید، وای به حال این پژو تقلبی ها میدید دست ملت. قرآن از ما نگرفتن؟ امیرالمومنین داره از دنیا میره، لحظه آخر بهترین حرفاتو میزنه دیگه. چی گفت به امام حسن امام حسین؟ گفت اتق الله و نظم امرکم. بابا نظم، امیرالمومنین داره از دنیا میره میگه حسن حسین بابا نظم نظم نظم. الان نظم و اروپایی دارن عمل میکنن، ژاپنیا و کره‌ای عمل میکنن، یا ما داریم عمل میکنیم؟ یه خط کشی منظم تو کف این خیابونه به من نشون بده ببینم، یه آسفالتی که تمیز باشه تراز باشه به من نشون بده ببینم، یه نظم تو رنگ کردن شهرداری به من نشون بده ببینم. مثلا وارد شهر میشه که جنگ زده است، هر گوشش رو یه جوری درست کرده، نما ساختمون رو هر کی هر کاری اشتباه ششته کرده. شما نظم میبینید تو اینا دیگه؟ این شهرک پردیسانه که تازه ساختید، مگه چند سال ساختید؟ خجالت نمیکشید؟ بیابونه، حالا نه اصلا پولشو دادید به صاحبش نه دیدین بیابونه چجوری غصب کردید، کار بینش ندارم. شما نشه خیابونو پنتر بدی بعد میشه بگی پارکش کو
سینماش کو؟ مدرسش کو؟ فقط پنج قدم یه دونه مسجد درست کردی؟ کو سینماش؟ کو باشگاه ورزشیش؟ کو خیابون کشیش؟ بعد لونه درست کردی 70 متر بدیم طلبه بدبخت تو کده 70 متر 70 متر کارگر 70 متر 70 متر 70 متر با 5 تا بچه تو 70 متر کو نظم؟ امیرالمومنین میگه نظم اروپایی‌ها دارن عمل میکنن، به خدا امام حسین از ما میگیرن، اونا قدر امام حسین رو میدونن، اونا میفهمن این نسخه چه ارزشی داره، باش چه کارهایی میشه کرد. یعنی وایسید ببینید به عمر ماها، اونا شروع کنن سمینار برای امام حسین گرفتن، فیلم بسازن واسه امام حسین، عروش رمان درست کنن، شعر درست کنن، ترانه درست کنن، قانون درست کنن، قاعده درست کنن، فیلمنامه بنویسن، تئاتر درست کنن، ازش استفاده کنن. ما چه کارش کردیم؟ ما هیچی، ما هیئت‌ها رو خرج کردیم که نماینده فلان بیا توش صحبت کنه، رأی جمع کنه، اون نمیدونم هاش فلانی نظری بده جلو در وایسه تبلیغات خودش رو بکنه، نه من مدعا پول بگیرم، من سخنران کاسبی را بندازم بگم این تو من میگیرم بیام منبر، بعد جذابه بشم میگه پول میگیری، میگه نه من میگیرم پس پول، پول میگیرید دیگه، پول میگیرید، سخنران مدعا پول میگیرید، تی میکنید، گنده هاتون تی میکنید، امام حسین شده نوندونیتون. معلومه که یه روز آدم حسابی های دنیا امام حسین رو میقاپن از دست ما میره. به عمرمون میبینیم که اروپایی ها دنبال امام حسین را میفتن و از ما جلو میزنن، ما جا میمونیم، اونام دنبال بازی نیستن، استفاده شو میکنه، میگه آقا حرف حساب داره استفاده کن، نه دنبال بازیم نه دنبال هیچ، استفاده داره میکنیم. مگه از نظم استفاده نمیکنن؟ مگه از محبت استفاده نمیکنن؟ آقایون برید متون مسیحیت رو بخونید قبل از کربلا، متون مسیحیت بعد از کربلا، برید بخونید. متون مسیحیت قبل از عاشورا بعد عاشورا، برید بخونید ببینید سیستم تربیتیشون فرق کرده، برید ببینید چی تو دنیا گفته با محبت میشه انسان درست کرد، که امروز تو تمام سیستم آموزشیشون اینو رسوخ دادن که با محبت یک کاریو بکن. اینو از کجا آوردن؟ اون وقت ما هنوز باید بیان بگیم که آقا پیامبر وارد یه جامعه کثیفی شد، پر از کثیفی، پر از بداخلاقی، پیامبر جامعه کثیف بداخلاقو با محبت درست کرد. بعد الان میگی محبت کن، میگن حاج آقا شما داری ترویج گناه میکنی، میگی محبت بینن گناهکار میشن. بابا یارو ته گناه بود با محبت درش آورد، چرا نرفت پایین تر؟ یارو که با عمش ازدواج میکرد، با خواهرش ازدواج میکرد، با خالش ازدواج میکرد، تو خیابون مراودات جنسی داشت، هموم نمیرفت، نمیدونست دستشویی چیه، تو تمام عمرش یه بار مسواک نزده بود، آدمی که دخترشو میکش، آدمی که مشروب میخورد تا تو کلش، بد مستی میکرد، آدم میکش، خباست داشت، لجاجت داشت، این آدم و پیامبر با محبت کردش سلمان، کردش ابوذر، کردش مقداد. بعد الان میگی محبت کن، میگن محبت کنی مردم میرن گناهکار میشن. اونا تو بیخ گناه بودن با محبت اومدن بالا. چجوری جامعه بهش محبت کنی گناهکار میشه؟ جامعه محبت ببینه وابسته به محبت میشه، خاضع در برابر محبت میشه. پیامبر فرمود الناس عبید المحبه، مردم بنده کوچیکه محبتن. اینو دنیا فهمیده داره استفاده میکنه. سیستم آموزش پرورش محبت، سیستم راهنمایی رانندگی محبت، سیستم سیاسی دارن توش استفاده میکنن دنیا ازش. هفت همون یه علت این که ما تو جامعهمون دین گریزی میبینیم اینه که دیندارایی مثل من حوصله‌شون کم بوده، از دینشون چماق درست کردن. میخوای بچت به دین عمل بکنه، از دین براش چماق درست نکن.